شاید چون هیچ کار دیگه بلد نبودیم همین کار عکاسی رو فقط انجام میدادیم بر حسب وظیفه‌ای که حالا به نوعی برای خودمون متصور شده بودیم که ثبت اون وقایع رو فکر میکردیم و همچنان هم فکر میکنیم مطمئنیم بر کاری که انجام میدادیم که کار درستی بوده برای اینکه ثبت تاریخ بوده. سیستم ما اینجوری بود که ما چیز داشتیم در ستاد تبلیغات جنگ اون زمان مستقر بودی. بعد زمانی که وضعیت قرمز می شد ما می رفتیم توی ماشین های چیز می نشستیم تو ماشین های خودمون تو ماشین خودمون می نشستیم. اولین باری رو که زد من توی میدون زیر پل کریم خان بودم با موتور داشتم دم غروب بود که میدون هفته تیر رو زد. یعنی دقیقا اولیش اونجا بود که چیز و بعد از همون روز بعد شروع کردیم به کار عکاسی کردن. زیاد بوده امام حسین، شهرستانی، همون بیمارستان بهرامی، طرفای پارک شهر، انتهای همین بولوار کشاورز، بیمارستان امام که اصلا خیلی تو ایستگاه اتوبوس خورد، خیلی وحشتناک بود. این عکس رو با رفتیم و این بچه رو که داره از زیر آوار در میاد رو پیدا کردیم. الان مهندس فارغ التحصیل این زنده موند. آره این اصلا آره به صورت خیلی معجزه آسایی خونه ای که خورده بود یادمه که همون روزهای اول هم بود 7-18 تا بچه 3-4 ساله 2 ساله 6-7 ساله جمع شده بودن بچه های محل و توی خونه داشتن بازی میکردن و آوار و اینها همه اینا زیر آوار مونده بودن. اتفاقا همین یکی دو ماه پیش من رفتم با همین عکسا که همون زوایا رو تکرار بکنم بر حسب تصادف بدون که بدونم با مادر یکی از همین بچه‌هایی که جنازش رو من عکس گرفته بودم و داشتن از زیر و یهو مادر هم مادر حالش بد شد هم من. یعنی اصلا اتفاق عجیب غریبی بود این خاطره و اون ایام موشک باران آنچه که اونطور که باید شاید بهش این حوادث دیگه مثلا پرداخته نشده. این عکاسی خبری یا عکاسی در واقع ژورنالیستی اقتضاش مواجه شدن با حوادث رفتن تو حوادث و سوانح و ثبت و ضبط درست این حوادث و سوانح هست بدون اینکه دوچار واقعا آدم احساسات بشه. یعنی اگر یعنی هم بتونه احساساتش رو کنترل بکنه و با آرامش کار عکاسیش رو انجام بده. شاید یکی از خاطرات زیبام رو که توی چیز داشتم ما دم غروبی داشتم از ستا تبلیغات جنگ که اول خیابون میر عماد بود من داشتم میومدم بیرون. خب شهر خالی شده بود و واقعا پرنده پر نمیزد. من داشتم از موتور داشتم این موتور وسپا داشتم اینو می‌خواستم روشن کنم دیدم یه دونه BMW 518 داره از ته خیابون میاد سلانه سلانه باز گفتم همه ملت با سرعت میتونه ایام این چیه من ایستادم تا این بهم برسه.
دیدم که وقتی از جلوم رسید و داشتن میدونم یه زن شوهر یعنی شب ازدواجشون با لباس عروسی دامادی فکر بکنید تک و تنها توی شهر خودشون برای خودشون داشتن پس زندگی ادامه داره زندگی نمیتونه متوقف باشه این آشپز اون بیمارستان بهرامی هست دیگه این دوتا چیزه این دوتا اون ساختمونه و این دوتا هم همون بنگاه ماشینه اتومبیله مثل این که خودشان زخمی شده بوده تو این عکس هست بله بله تو این عکس اصلا تصویر بنده خدا اصلا تغییرم نکرده میدونی یعنی الان هنوز هست آره اونه هاش ببینید درست جای این اتوبوس خورد ببین جای اتوبوس زرده رو ببین الان بعد یه اتوبوس اونجا جای سمنده بود بعد این اتوبوس آتیش گرفته بود سوخته آره بود. کامل سوخته بود بعد در همون لحظه یه دونه اتوبوس خط صادقیه ولیعصر بود اومد دوبله وایساد اون نذاش ما بمیریم وگرنه ما میمردیم اصلا هیچی نداشته بود کاملا چسبیده و این کاملا چیز بود دیگه آره. یعنی این این جای این همینه نه همین همینه بله یه کلمی بود بعد اینو کوبیدش دوباره آره دوباره ساخت سیزدهمین موشکی که عراق زد درست خورد اونجا من پشت ماشین بودم یه رو به 12 بود که یهو دیدیم یه صدای اومد باور که میگن که موشک این صدا که اومد تمام گوش و اینا تمام به هم خورد بعد به شما عرض کردم طوفان شد اینور من نگاه کردم دیدم نه در هست نه پنجره هست نه اون محافظه ببین محافظهای آهنی هست این بالا دکور بود الان معلومه چیزاش دکور چوبی بود من دیدم که فقط گفتم یا علی و دستمون گرفتم رو سرم دیدم خون سرازیر شد خون که سرازیر شد من اونجا که نشسته بودم یا چشم وا کردم بیرون نگاه کردم دیدم دو تا اتوبوس اونجا داغون شده چند تا جوان اونجا افتادن همه میترسیدن تهران تخلیه شده بود من اینجا اصلا شبا تهران بودم موبار اینکه موشک بارون اینا بود اصلا از تهران تکو نخوردم بعد تموم نابود شد گفتم که اینجا هیچی نمود یه آینه ها تموم شکست تموم این آینه ها بود میگم خونه ای که اومد دیوار بود رفت تو خونه بابا این عکس ها رو بعد رفیقا ورزشکارا و خبرنگارای ورزشی محبت کردن خودشون قاب کردن و اومدن به من هدیه کردن